بیا جلو نور. تکلیف ها مرتب. نه فریب جان ببین درد هیچ نیست. گلوله با سرعت اومده اما یه سلام داده مالیده و رفته. درد بیا بیا ایوه. من خلیل خانزاده هستم، نماینده رسمی کانکس های حاشیه رودخانه. بنده و معاونان عزیزم از همین امروز تمام تلاش خودمانه برای عبور از شرایط بحرانی انجام میدی. جنت همین حال یختیده با این حال و روزی که از این حیبون میبینم خلاصش کنیم بره. پدرم هر وقت این گاو اینطوری میشد یه نوشابه گذر بهش میداد، میگفت این گذرش که برشش رو درست میکنه همه چیز کنه. و همه این گاو سردشه میزنیم به دل جاده. انشالله با دست پر برای نجات جان جاناتان عزیز برمیگرد. بس کنی این صحبت های بی حاصل. الان بگید من نوشابه از کجا گیریم واسه این گیم افترانس. بقالی کوچیک داشتیم، زلزله آمد سر من خراب شد، جنسایی که سالم مونده بود و گذاشتیم آقا به ماشین بفروشیم. نوشابه هم داری؟ آقا فقط زحمت کشید دهنه، مثلا من تولد امشب یه چیزی مثل کیک هر خوبی و بدی هم آدیدین حلال بکنید. کجا بریم جانات هم مریضه. بریم خانه شما که تیران زب داری براتان زدم. نترسیم پس لرزه چیزی نیست. سقف خونه اومده پایین. میرم تو حیاط یا در پشت براتون باز میکنم یا تو انباری کلنگ برمیدارم در میشکنم. بنا نبود دیگه دست به زنجیر بشن. ماشاءالله پهلوان. پهلوان شفیع و یه جا
تو همون گذشته چالش کردم. الانم به عشق این بچه که تولدشه ولی سقفی بالا سرش نیست، به مهیار گفتم زنجیر موتور سلمان رو بپیچه دورم. دمت گرم پهلوان، یه حرکت پهلوان دست نداره. دستی زود دست میزنی، بذار این آور پارش بکنم بعد دست میزنیم. پارش بکنه؟ این کلید قفل این زنجیره، زنجیری که داره آخرین نفساشو میکشه و ما دیگه نیازی به این کلید نداریم. زنجیری که بپیچه دور تن پهلوان شفیدی اسمش زنجیر نیست و نشیرینیه. ماشاءالله، حتما ماشاءالله. یاد پهلوان نامی و با شرف حسین گلزار، همه با هم بگین یا علی یا علی. ماشاءالله، الان پاره میشه، الان پاره میشه. زور اصلی مونده. ماشاءالله ماشاءالله، زور اصلی مونده. زور بزن، زور پارش کن دایی، پارش کن دایی. گرم ایما تو خیلی زور انداختی. آره خیلی. زور بزن، دارم نگاه میکنم، زور بزن. الان پاره میشه. بسه شفیگن، اینقدر زور نزن، بسه بابا. خدا اینه که تا حال محالت پاره میشه، خاطره بدی میشه برای این بچه، تولدش هلا. بسه. آقا، من که ای از اولم گفتم، این درست این کاره نیست. اما شما باور دانه میشد. هی میگن دست بزن، دست بزن. زیر رو جان بخوان. زیر وان بیا میبینه بابا. شیرینگیان بیا. روزایی که تو خونی نیستی رابجات بهش غذا نمیدن که وقت دستوش نگیره. میگم نرو چون نمیدونیم یارو کیه، چون ماما مریضه، اگه تو بری تنها میمونه خونه، زندگی اون بو میمیره. سمیه نرو، اگه رفتی دیگه برنگرد. سمیه خودش پسر علی دلیه، پسر خوبه، پسر خوبه و این دوستش نداره. یکی در دوشان که هنوز هم اکساشو میگیره. تو خیابون دیدم شو یک اک خونم تو گوشو به سر اینم دیگه نزداشم بره کلاس حیاتی. سمیه نرو، لیبی گرازه بشون شوارش برده، لیلا شو خولش شواره میکنه. بیان ای بز باز، نزار حرف دنگ لیلا تو لودو بشیم، یه ذره هم به فکر بابا. واقعا نمیذاره با دیگه باشه. ماشاءالله ماشاءالله، زر الله یعنی که باید مثلا بابای بابا. ای دست بابا نازک، از این طرف اون طرفش معلومه بابا یان کمه، باید به همه برسه. ای ماشاءالله، واقعا عالی بود. یا بیا اینجا بینه. آقا فریبرز بفرما، بری دایی من معدم. بایی دایی پیدا نشد. چیلید و کدوم گوری پرد کردی مصیبت؟ آه به خود من اصلا آب شده رفته زیر زمین. اینگا مگه به تو نگفتم دو تا حلقه از این زنجیر رو باز بذار راحت پاره بشه؟ باز کردی؟ آره به خدا. ایناش، این که پایین قفله. اشتباه کردم، باید مینداختم وسطش. ولی یه زور بزن شاید کارشو. اینقدر زور زدم یه چیزایی تو شکمم داره پاره میشه. زور بزن. شفی اینقدر به خودت فشار نیار، رو دست شک ور میداره. ها خوش به حال آقا کیوان و اونایی که رفتن تو این سرد و سلمه بدبختی. اینم کیک تولد منه بابا، همیشه که اینجور نمیمونه. درست میشه، من واقعا شرمنده دانم که مدیرای قبلی اینجا یه من نمیخورم یه ویرانه تحویل ما دادن با خزانه خالی. چه بکنم؟
منم میگم باید از اینجا بریم. غریب افتادیم. بگن تو آبادی هم چیزی از اینجا کم نداره. آوازش اینجا همه پشت همین پشت من به هم دیگه گرمه. گرمه؟ کجا گرمه آقا نمیگم. رفتید کنار جدی بخاری خراب آوردین. جنتن داره از سرما میمیره. اصلا زن خودم. بچه‌مون لگد به شکمش نمیزنه. تمام دلخوشی ما همون لگد به شکم زدنه بود. اصلا ویار نکرده امروز. بزرگواران کیا میخوان برن؟ لطفاً هر که میخواد بره دستش بگیره بالا. والله میگه اینجوری که نمیشه. شاید بعضیا روشان نشه دستشانه بیارن بالا. آقا هر که میخواد اینجا رو ترک بکنه عدد 2 به شماره من پیامک بکنه. اما ما اینجوری متوجه نمیشیم. هر که میخواد بره همین الان بگه. راز میگه هر کی میخواد الان دستش ببره بالا. چی شد؟ برخی دید؟ من نمیگفتین اینجا دیگه جای ماندنی. خب اگه بریم شما چه میشین؟ هیچی والا، دل من این سیر و سرکه میجوشه که شما زنده میمانین یا نه. ما بدون شما ها اینجا نمیمانیم. ما هم بدون شما از اینجا نمیمیم. آقا یه ذره بس پیچیده شد بیخیال. به من فردا ایشالله در برش کن. ای واوی با ست دفعه نگفتن بلند دست و رقصونه نکنید گرفتنم. سلام علیکم. بحبه خوش تشیف آوردی. ماشاءالله ماشاءالله سر قسمت تشیف آوردی. خوب هستی؟ سلامتی؟ سلام مرسی. گلدنی این چه جور جاییه؟ چه جاده ایه؟ 3 ساعت راه افتادیم تازه الان رسیدم. به خاطر زلزله است دیگه. جاده ماده خراب. آقا فرمان شرمندم این بغیر از موضوع گیدو خمه بقیه چیزا در خوش است. فرمان ما در این خدمت چیز نمیخوریم. ممنون. ای سرکار نه اینو گفتم بخوری که مزید دهنه دوازی. سرکار سودبان حالا هرچی خیلی خوش آمدی جناب سودبان. چرا تشریف نمیارید بشینید؟ ممنون. بنده خلیل خانزاده هستم، مدیر آینده دار کمپ. خوش وقتم. خواهش میکنم. کابوس کیه؟ کی؟ کابوس. کابوس؟ کابوس؟ چی کارشون داریم؟ ما اینجا کابوس نداریم. یعنی یه دانه کابوس داریم مال خودمانه. کابوس اضافه نداریم به جای قرض بدیم. منظورم همون یه دونه است. کابوس کیه؟ جناب سودوان چه اتفاقی افتاده؟ اگه شکایتی از ایشان صورت گرفته؟ بله هم شکایت شده هم به خاطر تیراندازی تو مکان عمومی باید بیان توضیح بدن. او مای گاد اصلا تو محافل عمومی و مکان عمومی نبوده، مکان خصوصی بوده. کابوس کیه؟ کابوس منم بابا. کی شکایت کرده؟ دروغ میگه آقا. کابوس منم. من تیراندازی کردم. کابوس منم. بیاین منو ببرین. دروغ میگی. کابوس منم. دروغ میگه سرکار. کابوس منم. کابوس منم. نه آقا اجازه بده. راستشو بخواهی کاوس منم. دروغ میگی کاوس منم. راست میگی کاوس منم. نمادر نبرم تو جای باصفاییه. عجب رودخونه ای. ماهی هم داره؟ بله درست. ببین به نفعتونه که با من همکاری کنید. من اگه دست خالی برگردم ولی همه تون بد میشه. حالا نمیشه یه بارم شما با ما همکاری بکنی؟ ببین اونجا بگید آقا هرچه گشتم کابوس ندیدم. به خدا قسم من داخل خدمت سربازی این ریگ بیابان دروغ میگفتم. تیرا به همه میزدم، خاله زنگ بازی در میآوردم. بشه میگفتن کبرا خانم. آفرین آفرین. پیشنهاد نشر عکاسی به مامور قانون. راست میگم تو هم دیگه داری خیلی سخت میگیری. رستمی جان فقط یک کلمه به من بگو کی من لو داده. با پای خودم باد را میابتم میان پاسگاه. آقا گردن من عمو باریکتر هی الان ببرم بازداشتگاه. فقط باید بدانم کی خبر اینجا رو میبره بیرون. آره بفرمان کی لو داده. بعد دستبند تو بیار کابوس واقعی و کاملا بهداشتی و با خودت ببر. آقا بس کنین دیگه. هی نوبر شهودم. بروی بوان دارم به بر با خودم. آقا سرکار تو بگو ای آدم چپچه چل ناشرین میتونه کابوس باشه؟ یه کاری نکنی یه مینو میتونه همه تونو برم بازداشتگاه. نمیسته ایچه برای برای آخر میپرسم کابوس کیه؟ کابوس منم آقا. منه ببر بازداشتگاه. آقا دست میگه کابوس همینه. یه مینیبوس نمیخواد همه برداره. بیا دستم بزن من خودم سوار همین ماشینه میشم. آقا از کاوز من باشم این باشه. جناب سلطان بابای من که به کسی آسیبی نزده، فقط حواسش نبوده یه تیر از تفنگش در رفت. آها پس کاوز پدر شماست. پدر این دختر کیه؟ پدرش منم. من رئیس اینجا مسئولیت پدری دارم. بعدش
بابا سرکار به دل نگی بابا، اینا اگه اینجوری میگن میخوان هم دیگه نفروشن، جان فشانی دارم میکنه. بابا سرکار نه سوتوان نه چه سالی بری درجه میگه. من میرم، میرم برمیگردم، ولی حواستون باشه، گزارش میکنم که شما با من همکاری نکردین. عواقبش هم پای خودتونه. همتون هم مشکوکم. میرم ولی فردا برمیگردم. برای همه مسیر سخت 3 ساعت برای خبری بیای. برمیگردم. آقا چیزی نیست، استراحت بکنی خوب میشی. ایوان جان چه بلایی سرت اومده؟ هیچی نیست فرید خانم، از ارتفاع سقوط کرده. منم حالم خوبه، خوبه، اصلا نگران نباشید خانم. ای خانم بگو کیوان متأهل عاشق پیشه مرد. این کیوان یک کیوان مجرده که دل در گرو عشق هیچکی نداره. سلام جناب سروان، چیزت برای نیمرو درست کردن مواد غذایی رو ببین. شما نیمرو شل دوست دارین یا با تعدید؟ جالبه هر کدومتون نیمرو فضای شخصی خودتون دارین. به خدا جناب سروان اینا رو ای به شما داد، تو خانهش کلکسیون پیکنیکی داره. راست میگه، اینم کادر من. برای من مامور خبر کردین. آره این خانه من رو داد. کابوس لوتون داد. چرا امو کابوس؟ چند نایومدم خستگاری دختر تو؟ امو کابوس چطوره؟ یه خانی بیا شناسایی شو. برا بایده هی بابا محض رضای خدا ستوان باشه چشم اصلا به دست به امو کابوس اصلا مال خودت. من حرفم اینه که جاده ها خرابه، الان شما باشه شب اینجا ببرین قشن استراحت بکنین، اینا بده پایین قشن استراحت بکنین، فردا صبح الان تو دست امو کابوس میذاریم تو دستت، اصلا ببر مال خودت، مبارکت باشه. خوبه؟ با مزه گفتم بهش؟ نه خیلی نمیشه الان با تحویلش بابا. راسته میگم، نگاه کن این دختر تمام امیدش رو بابش خیلی جمع زد. ایشون تمام امیدش رو بابش به خدا. خود دختر داری؟ نه من مجرد. خب پدر که داری؟ قشنگ نیست یه پدر؟ نه به دنیا آمدم پدرم فوت کرد. مادر که داری؟ یه سال بعدش فوت کرد. بابا چقدر مصیبت وارده داری؟ الان من به چی قسمت بدم؟ آقا یه فتحه قرارت فرمید. خیلی ممنون، خدا رحمت کنه رفیقان. قربانت، فقط یه دقیقه به خدا من حرف بدی نمیزنی. یه دقیقه وایسا، جناب سوتمن لاغل بذاری من که دخترشم همراهش میام. به خدا قول میدم تو دست و پاتون نره. نمیشه، فردا صبح تشریف بیاری پاسگاه جهت پیگیری. آور رسته بیگره اخی چی کریه؟ این پیرمت فرتوت هم بنده خدا این جهت خطرنکه. یه ها میبری 267 تا سکین ویزی دروش میزنه میبره رو دستت بخوره. بابا جوان حرف گوش کن، من الان رئیس این کمپم، پس فردا میشم رئیس بانک مرکزی، به خودت جلو تمام با آماده بگیرم. گوشت هم در میارم اگه گوش نکنی. ما کاووس گل دختره، این وصیت نامه باباست. دختره چنانچه بر نگشتم نوری، مو به مو به وصیت نامه باید عمل بشه. بشه بشه به خدا اگه من بفهمم کی بابای منو لو داده. ای داده بیدا چرا پارش کردی؟ بابا چسب از میزنی درست میشه. فقط از طرف من سلام گرم به رئیس کلانترین برسان، به خلیل خانزاده سلام برسان. رئیس کم بابا شما آقا به خدا کاش یکم به حرف من گوش میکردی. سلامت این آدم از دیدن امو کعوز برا به سلامت برا به امرو بابش تجیر سرش سف باشه خبر نمیبره. آقا باشی جاده لغزنده رو گسلم توقف نکنی. دور چشه در میارم. کی به یه فکری بکنم. منظور ماه کابوس خانم از این حرکت چی بود؟ کدام حرکت؟ همین کاغذه؟ یه اوگه کاملا مشخص بود. حالا تو چرا خودت خراب کردی؟ مگه تو لوش دادی؟ من؟ آره دیگه شما آقا شفی مگه نگفتین؟ چه؟ هیچی نه میگم من لو ندادم، شما آقا شفی هم هیچی نگفتی. باره کلا اعتماد به نفس داشته باش، در نهایت آرامش هر کسی هم ازت سوال کرد چانده میدی بالا. من نبودم. اعتماد به نفس بیشتر همینم نگه دار. نه اینه نگه دار. نه آفرین. قسم به وای دوتی بیوانه لنی و جهه
این هنوز نیامده بیرون؟ نه برادرم، این حمام برای دوش گرفتنه. حمام خانه خودت که نیست این همه طولش میدی. قیصر زندان بود خیال من راحت تر بود. اون چیه دستت؟ این لیفه یه وسیله کاملا شخصی. اینم قصدیه؟ نه، مال یکی از مشتریای نونوایی جا مونده بود. نشنیدی پژوان چی گفت؟ گفت آب کمه، وقت لیف زدن نداریم، فقط یه دوش خالی. آقا من تا حالا اینجا دو بار از ناحیه مختلف دچار خونریزی شدم. دیگه یه لیف سری کمترین چیزیه که استحقاقشو دارم. آقا به جان خودم این عمدن خودشو انداخت جلو تیل اتفاق کابوس. می‌خواست اینجا بمونه. من از فکر پلید تو مغزش خبر دارم. از این به بعد باید مواظب باشیم جلوی تفنگ مهکاوس نریم. به خدا دیشب عین اسپند روی آتش بالا و پایین میپرید، دنبال اونی میگشت که پدرشو لو داده. آخ 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 آخ، نگفتم برادر؟ نه، دیشب خواب دیدم مهکاوس نشسته پشت ماشین بیگزاده، یه نفر زیر گردنی. بعد گفتم بهشش رحم بکن جوانه، گفت این همونیه که بابام لو داده. کامل رفته بود زیر ماشین؟ نه مشخص نبود. حتما قدش کوتاه بوده، معلوم نبوده کی بوده. کامل رفته بود زیر ماشین. چیکار میکنی؟ تمام نشد این حمامت؟ حمام براد پیت هم این همه طول نمیکشه. من مطمئنم عمو کابوس هر چی زودتر آزاد میشه. بنده خدا کاری نکرده که دستش خورده یه تیر هوایی شلیک شده. اتفاقا جرمش خیلی هم سنگینه، همین تیرای هوایی که پدر لایه اوزون در آورده. آقا جان کی میگه سوراخ شدن لایه اوزون به خاطر شلیک اصله هست؟ اصلی ترین عاملش همین تولید گازهای کلور و فلور و کربن توسط بشره. گازهای چه؟ کلور و فلور و کربن. اینو من نمیگم ها، سازمان بهداشت جهانی میگه، آلفرد زیگلر. آها، من فکر کنم شما دیگه دارین زیادی شلوغش میکنید. برادرای نیروی انتظامی خیلی هم مهربونن. اتفاقا خود منو چند وقت پیش احضار کرده بودن، در نهایت احترام چند تا سوال پرسیدن. نه، موضوع اینه که مهکاوس خانم اینقدر مهربون نیست. بابا بشیر گرگ بزرگ شده این دختر. روح میگی؟ راست میگه. میگن وقتی بچه بوده تو جنگل گم میشه، بعد که پیداش میکنن میبینن یه ماده گرگی داشته بهش شیر میداده. تازه شایعه است میگن گرگه به فرمان مهکاوسه، کافیه یه بشکن بزنه به یارو حمله میکنه. به جان خودم. به به، ساعت آب گرم. چی گفت آب گرم زنجیر شل میکنه؟ مهیار نگفتم نرو زیر آب؟ اینجوری زنجیره زنگ میزنه پدر صاحبم در میاد. من خودمو میکشم یا اون مهیارو. بیا برو نوبت توه. نه دیگه، من منصرف شدم الان که فکر کردم چون مو کاشتم آب بخوره ضرر داره. با اجازتون. این پس چرا لیف آورده بود؟ عقلش کم نیست؟ میخواد زنم بگیره به یه ذره عقل بستده بسکت. نوبت تو نبود؟ سلمانه دیگه، بزرگ کوچیکی نداره. این همه کلاس کرده. میگم ران نداره عزیزم، او هر تشیب داشته باشه و ران داره برادرم، ران نداره تشیب داشته باشه. نمیشه آقا، نمیشه آقا، دیشب تا الان را بسته است. میدانم آقا سنم اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید آقا، گرم آقا اجازه بدید، آقا اجازه بدید، من حلش میکنید. آقا شرمنده میشه این را باز کنیم ما بریم اون طرف؟ آقا نمیشه، اینا را گذاشتیم خسی نره او برد. یعنی چی آقا؟ بابای من همین یکی دو ساعت پیش همین مسیر را باز داشت. تا یکی دو ساعت پیش میشد، الان دیگه نمیشه، زمین رانش کرده، فقط موارد خاص میکنه اینجا را. یعنی چی آقا؟ ما زنه بشه ما اون را اجازه بدید، یه نجا اجازه بدید آقا. ببخشید، ببخشید، شما مثل که یا منه نشناختی یا آداب رفتار با یه فریخته بلد نیستی. میدانی من کیم؟ آقا احترام شما واجب، ولی حقیقت منو گذاشتن اینجا، نذارم کسی از اینجا رد شه. آقا من زنه بچم اونجا منتظر بارت برم پیششان. اجازه بده بابا، اجازه بده، مرد حسابی پروفسوری مثل اجازه نمیده بره. من شما رو اجازه بده. پروفسور میمه مغز و اعصاب؟ بله عزیزم. از مغزت راضی هستی؟ خدا رو شکر فقط یه کمی درد.
یه کمیه که دانشجو ترم دو هم میتونه درمانش بکنه. من باید برم به درد اون جلویا برسم. من گم برید درست بگیم. فقط اگر اجازه جلم پروفسور بره هم خانوادهش ببینه هم اونجا اجازه بده. به جان خودم آقا، من مغز نخست وزیر بلژیک همینجوری باز گذاشتم رو میز جرایی، آمدم اینجا به درد مردم برسم. مغزم نوری میدانه دیگه، اگه به مانه خوش میشه باید بندازیش دور. دهن میاد که دهن میاد. آقا من شرمنده دادم، اگه الان اجازه بدم شما یا هر کسی دیگه از اینجا رد بشه، اگه خدایی نکرده کور ریزش بکنه، اون موقع میدانی چه نعمت ارزشمندی از دست میدیم. نه بابا شوخی کردیم، چه نعمتی شوخی کردیم پروفسور نیست، خلیل خنزده پسرم. بابا 400 تومن من خورده. نمیشه اجازه بدی ما بریم اون طرف کربر من. نمیشه آقا جان دیگه، اصلا نمیشه. آقا ماشین مسئولین رو من لطفا برید بفرمایید کنون. آقا به خدا هم ماشین مسئولی بدون من ستا اینجا رد بشید، من خور رو میندازم اینجا. حالا من گروه جنازه ما رچی، حالا نگاه کنیم. احتیاط کن بابا، بچه ها رو مواظب باشید. سلامت باشید. اینجا نمیشه رد شد، اجازه بده برگردی بعد بیسیم میزنن خلوت شد بریم بالا. باشید چشم پر، این نامه ها رو بگیر، نامه رو از اون خانم. آقا ازدهام نمیشه پیاده شد. کسی کار خودت هم بودم این کارو میکردی، همین حرف رو میزدی؟ میگم برو نامه رو بردار. چشم نامه ها رو بدیم به این آقا، نامه ها رو بدیم، بدیم به این آقا، نامه ها رو بدیم به این آقا. شما هم بده اینجا. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشی. خسته نباشی. آقا پر شد. بفهمه براننده بیاد سواشیم حرکت کنیم. رئیس جان اشتباهی گرفتی. من یه مسئولیت کوچیک دارم. میخوام بریم تا قسمتی که رانش زمین داره. یه بازدید کنیم و برگردیم. همین. در هر صورت مستقیم میریم دیگه. مسیر ما هم همون طرفه. اتفاقا منم یه مسئولیت کوچیکی دارم، ولی هدفهای نهاییم رسیدن به مسئولیت‌های خیلی بزرگتره و جابجا کردن کلان. آقا مهندس خدمت شما. مهندس من که عرض کردم ازدحامه، کفشم تو جمعیت اصلا پام در آمد، نفهم بیدم کجا رفت. آقا شماره پت چند دفعه بگن. سلام علیکم. سلام علیکم. مهندس تو کی هم؟ نمیدونم، فقط میگم مستقیم میرم. آقا بفهم پایین، بفهم پایین. مهندس من هزار دفعه عرض کردم شما نیاز به بادیگارد خوب دارید، الان یه بلای سر شما میامردن ما چی کار باید میکردیم؟ به خدا دو سه ساعت پیش بابای منو بازداشتش کردن، یه پیرمرد جز منم کسی رو نداره. اصلا شما مهندس کن دوست داریم من به شما التماس کنم؟ نه مستم. من الان یه سری خانواده ایم اون پای کنار رودخانه تو این سوز سرما بدون خواب و خوراک و بدبختی در این زندگی میکنیم، سر میکنیم، ولی التماس نکردیم تر. ولی این قضیه کاملا فرق میکنه، بزرگ ما رو گرفتن بردن اونجا. شما اگه میتونی زحمت بکشی یه کمکی بکنیم به دردش برسیم، یا اگرم نمیشه به ایشان بفرم اونجا یه چاله اینقدی بکنه، یه قبر بندر نورالدین اون تو دفن بکنی، به ایشون هم بفرم یه چند تا بیل بزنه روشو. خلاص نورالدین انشالله که همیشه سلامت باشی. کجا سکونت دارین؟ کدوم پایین رو میگی؟ همین پایین کنار رودخانه، کم به پایین. آری اتفاقا من چند وقتی مدیریت اونجا تحویل گرفتم، انشالله با کمک همکارانم افقهای روشنی براجون ترسیم میکنیم. البته رفتیم از ابدی یه ذره وسیله مسیله آوردیم، ولی کفاف ما رو نمیده. بعدم داخل ابدی یه ذره خطرناکه، چون پس لازه گوش بزن و ایستاده بی معرفت هم میریم اونجا یه هم میده از اونه. آره این روزخانه کم پای روزخانه من نشتیم نه اون تو لیستتون نیست؟ تو لیست دقیقه بده. نه مهندس من لیست رو از برم، تو این لیست اسمش کدومشون نیست. یعنی چی که تو لیست نیست؟ مگه شما نگفتین لیستتون کامله؟ حتی یه آدم از قلم نیفتاده. خیلی خب مهندس کند الان نمیخواد دعواش بکنید، شما یه زحمتی بکشید فقط مرا از اینجا رد بکنید، من خودم گلیم من از عب میکشیم بیرون. خیلی خب کمیتون کن طرفیه؟ من این طرفه. این وقت دور بزن، دور بزن برگیم. نه نه دور خدا کاری نکنیم، ما خجالت میکشیم الان آمادگیش نداریم. لاغر شب کنی سر رای چند تا موز برادام بگیریم. پس بابای من چی میشه؟ الان اونجا منتظر ما. دخترم نگران نباش، اجازه بدین ما بیم کمپ شما ببینیم شرایطتون چطوره. چشم کار باباتون. شعری کلا نه چک زدیم نه جونه مسئول بود به خونه. خیلی خوب دور بزن برگیم. فقط اگه جذبی من ماشین من اینجا به ماشین خونه شما پشتر من بیم. ماشین کجا؟ همینجاست همینجاست. خیلی خوب من با ماشین شما میام. نه نه نکنی این کار خجالت ما ندی، با ماشین مجدی مندلی دراز چهار تا بازی ده. مهندس خطرناک. مهندس بس ما ماشین خودمون بریم دنبالشون. شما نگران نباش آقا من با شما میام. بریم به شما میگن که ما مسئولیم. بریم بریم. Thank you.
جای موندن نیست. اگه اینا بفهمن کار من بوده تو همین تپه‌های اطراف منو خاک می‌کنن. شیرین خانم ببخشید. اگه قسمت بود که برمیگردم به پای هم پیر میشیم، اگرم قسمت نشد که به درک. دیگه جون پایین تر از جون آدمیزاد که نیست. دنه کو این که همیشه همینجا بود. آی کمرم مجردی خوش گذشت؟ عالی بود، عالی. انگار 20 سال جوان شدم. جدی؟ سلمان میگفت تو ازت غافل میشدن چشات پر عشق میشد. سلمان غلط کرد، من چشم پر عشق میشد؟ هوا سرد بود چشم آب میافتاد. من آخرین باری که گریه کردم قسمت آخر ستایش یک بود. بعد از اون اصلا گریه نکردم. افتاد؟ حق با توه، کمرت درد میکنه رو زمین سرد نخواب، پاشو یه چیزی بندازم زیرت. نبخواب، تو برو به جانتا جانت برس. ببین اگه صبحانه هم نخورده برای صبحانه دفش ببر که حال بکنم. تو واقعا به ایگاه حسودیت میشه؟ تو میخوای من حسودیم نشه به ایگاه؟ فرید جلو چش همه تو اون انتخاب کردی. باشه، اگه اینجوری فکر میکنی دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه. حرفی برای گفتن نداریم؟ فرید انگار هیچی یادت نیست. اول ازدواج یادت تو عمد چه خواستی؟ گفتی بین من و توتید یکی انتخاب کن. من بدون اینی که فکر بکنم تو انتخاب کردم. اما تو چه؟ من گفتم بین توتی و من یکی رو انتخاب کن. آره؟ من گفتم این تخمه رو میذاری رو لبت، توتی میاد از رو لبت ور میداره، کار جالبی نیست، مرمورم میشه. خب تو میخوای من مرمورم نشه وقتی به جاناتان میرسی؟ واقعا برات متاسفم. مرد باش، حرفتو روک و پوسکنده بگو. بگو منو نمیخوای. من تو نمیخوام. ولی اگه من تو نمیخواستم 6200 خرج عمل دماغت نمیکردم. سلام خاله. آقا نوری میگه مسئولین اومدن ایو دوستنیم بیاین. باشه همجور وایسا بیان با هم بریم. نه حالا کجا میبین وایسا؟ بیا بیا اون مخلوطی که درست کردی به مال به کمرم. اقدیر گفتن زن شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن. من که برات میمیرم. بیا مال جاناتان، گردنش زخم شده میبرم بذارم رو زخمش. ایوه توی جاناتان درست کردی؟ خسته نباش. شکرم خوش کن سلامت به به دستم خواهی. مسئول هستیه؟ نه نه وقت؟ خسته نباش. خب با اجازتون. ایهه بازم سلفی؟ خسته شدیم دیگه، هر که اومد اینجا سلفی بی نتیجه گرفت. نگاه ما شاخ مجازی، هی عکس عکس عکس. آقا تون خدا بس دیگه، هر کی میاد 4 تا سلفی میگیره و میره هیچی به هیچی. دوستان توجه ببخشید، من فقط خواستم گوشمو سایلنت کنم که وقتی داریم با هم گپ و گفت میکنیم زنگ نزنه، بده خجالت نکش. همین آقایان خانما، من اعتراف میکنم که زود قضاوت کردم، انقدر شامتش دارم همینجا معذرت خواهی بکنم. منم سایلنت میکنم. آقا منم سایلنت میکنم. آقا منم سایلنت میکنم. آقا منم سایلنت میکنم. من هم سایلنت میکنم. من هم گوشیمو سایلنت. آقا منم گوشیمو سایلنت. آقا باشه ولی شده چالش سایلنت راه انداختید. خیلی خوب، میریم سر اصل مطلب. به نام خدا عرضم به حضورتان که همین امروز که ما داشتیم در معیت هیئت همراه میرفتیم که بریم بازداشتگاه، در بین مسیر با مهندس برخورد کردیم که استقبال کرد و
انسان نازنین، انسان باصفا، بلورین، مهر، امید، نشاط، یک کف مرتب برای شما. سپاسگزار. احتیاج به این حرفا نیست و این تعارف ها. ما اومدیم اینجا یک کاری را بندازیم، همین. قبل از هر چیز بنده از طرف خودم و همچنین همه همکارانم از شما عزیزان عذرخواهی میکنم بابت این شرایطتون. قربانه. سلام علیکم. سلام علیکم. بخشی جناب، شما اسپایسی میل دارید یا نرمال؟ جان؟ اسپایسیش کنم یا نرمال باشه؟ جهت نهار عرض میکنم. اجلا اونجوری میگی، خارجی میگی، فلفلی میخونی یا معمولی عادی؟ نه آقا ممنون، تشکر، من مزاحم شما نمیشم. بابا تعارف نکن، یه لقمه غذا تو رو هم دیگه میخوری. آقا تعارف نداریم که. برسیم بابا نمک نداره. ممنون، تشکر، شما لطف. شانس بود. بر ترتیب ناقابله. بریم سر اصل مطلب. میخواستم بپرسم که آخرین بار که کمک های مردمی برای شما اومد کی بود؟ کمک های مردمی اومد؟ طالبه ارزم به حضور انوار شما که حدوداً 8 ماه پیش گویه. بله من رفته بودم ننوایی نن بگیرم، شهتره گفت سلواتیه، گویه یه نفر آمده پول داده بود، نزد کرده بود که مدام ننوار دارم، من سه چهتا بردشتیم همین. آفرین، واقعا آفرین، تو این شرایط شوختبی خود رو حفظ میکنم. قربانه. نه خیلی جدی میخوام بپرسم اینو که کی آخرین کمک ها رو برای شما بردن؟ شوخی نمکنه بابا، از وقتی زلزله آمده تا الان هیچ کمکی دست ما نرسیده. یعنی چی؟ یعنی هیچی؟ هر هوچ. آقا چه وضعیه؟ شما مگه مسئول رسیدگی به منطقه نبودین؟ چی بگم؟ آقا ما چند تیم عملیاتی اینجا مستقر کردیم. نه دیگه قصه نگو. آیا مسئول بودی یا نبودی؟ آقا همینو دارم عرض میکنم. بودی یا نبودی؟ آقا ببخشید، اون آقا رو چرا با زنجیر بستین؟ اون دستنش مفصله. آقا شفی بنده خدا از پهلوانان قدیمی من. پهلوان چه نوری پهلوان پهلوان میکنی؟ اعتصاب قضا و آزادی. تا وقتی امکانات کافی به ما نرسه، نه من این زنجیر رو باز میکنم، نه چیزی میخورم. بفرم. میبینید؟ میبینید چیکار کردید؟ تو این سرما تا یه بخاری درست حسابی هم ندارن اینجا. نه ببخشید، ببخشید. عرض کنم خدمت ما یه بخاری نصف نیمه رفتیم گیر آوردیم با آنوی اینا. متأ نفت نداریم بریزیم داخلش. مهندس شنیدم که این دور و برای یه چای نفت پیدا شده، راسته؟ نه آقا چای جانم من راسته. مهندس نه آقلا اگر هست ما رو بازی بدید. عزیزم نه عزیزم هیچ خبری نیست. نفت بخاری با من. سه سوت همه تون رو گرم میکنم. ای مهیار بشین، تو نفتت کجا بود؟ اجازه بده من درستش میکنم. آقای محترم شما لطف کنید اون زنجیر رو باز کنید، من همین الان هماهنگ میکنم که براتون کمک بیارن. خوبه؟ من با دو تا تون ماهی و یک کیسه نون لواش اینو باز نمیکنم. همین آقا رو میبینید؟ خونه مادر منو در غیاب فرزند زکورش فروختش. من یه سقف فقط بالا سرم میخوام. همین. چشم عزیز من، چشم. اونم من میسپرم همین فردا شما رو بذارن تو لیست مناظری که برای زلزله زده ها ساخته بشه. خوبه؟ واقعا بهشش میدی؟ آره چرا ندی؟ من مادر ندارم، این 400 میلیون منو خورده. خدا وقتی میگه به من آقا 450 هزارم به من بده کار هی امروز و فردا میکنه. آقا ببینم بده کار به خاطر این موضوع بخشیدم. من 3000 درم. 75 هزار تومن به من بده کار. آقا 180 تومن منم خورده. دوستان ببخشید، اینا دیگه مشکلات خودتون شخصیه، یه گوش میشن همه چیه میگن. شما بفرمایید عزیز من، باز کن خودتون. تمام، ما میسپرم خصوصا به تو خونه بدن. خوبه؟ چشم، باز میکنم. آقا چرا اینجوری میکنی؟ مگه کلید نداری شما؟ همشهر یه کمک کنین دیگه، یه باب منزل مسکونی در بینه. بیا داداش بیا. آقا ول کن، اینجور خفه میشی. با همین زنجیرم بهت خونه میدیم برادر من. آره آقا با زنجیرم میدیم. آقا من بچگی همیشه زنجیر همراهم بوده. آقا اگه اینجوریه منم دلایه میبندم. آقا منم زنجیر میبندم. آقا منم زنجیر براتم بوستم. میبینی شرایط این بند خدا ها رو؟ آقا واقعا چجوری میخوان جواب خدا رو بدین؟ علی بابا کاش نمیگفتین خونه می این تا رودهش نریز این وسط ولکن نیست. بابا نکو شفی، شفی عزیزم، این واسه چند طبقه زور میزنه؟ اینجوری که این زور میزنه 10 طبقه. آه.
چی کار داری میکنی؟ چرا داری فوت میکنی تو باک ماشین؟ نفت میخوام. بابام همیشه همینجوری از باشگاه نفت میکشید. اون توش بنزینه، در جریان هستی؟ بنزین باشه اصلا مهم نیست برام. من این مایه میخوام که بسوز و گرما تولید کنه. نمیدونم چرا فوت میکنم، چرا نمیام. خب اونجوری که نمیشه، تو داری فوت میکنی تو باک. من بلد نیستم، میشه تو این کار بکنی؟ یه باری کنم بنزین میخوای به خودم بگو دیگه. اومد حجب مخی بود کسی که اولین بار حرکت رو اختیار کرد. نه درست شد، دست درم. آقا مهیار جان یه سوال ببخشید، من اصلا آدم پررویی نیستم. نه بگو. به نظر شما که داماد آقای نوری هستین، منم میتونم داماد آقای نوری بشم؟ یعنی من به غلامی قبول میکنه؟ ببین چرا نتونی؟ هر موجود زنده‌ای که اکسیژن دریافت میکنه و دیوکسید کربن پس میده میتونه دوماد آقای نوری بشه. آقای نوری خیلی ازدواج جوانا رو ساده میگیره. آخه من هیچی ندارم، شاید باورت نشه تمام زندگیم قصیه. اصلا همین کمربند رو میبینی؟ اگه سر برج قصهشو ندم میان دور کمرم باز میکنم میبرم. نه با این چرخه. ببین اون دومادش که تهران دیدی، خب از اون موجود داغونتر تو خاورمیانه ما نداری. حتی اونم دوماد آقای نوری شده. من همونو دیدم به خودم جرأت دادم بیام جلو. ببین آقای نوری کلا خیلی ساده است دامادش شدن. گوش بدی، فقط تو باید یه کاری کنی که دل شیرین خانم رو به دست بیاری. چه جوری؟ مثلا ببین شیرین خانم خودش عاشق هنره. باید یه جور وانمود کنی که دغدغه کار هنری داری تو هم. تمام. دغدغه کار هنری چه جوریه؟ چه میدونم، مثلا بگو مثلا هر دفعه شیرین خانم در مورد ونگوک حرف زد تو بغض کن، الکی همجی واسه خود بغض کن، بگو به حقش اون چیزی که استحقاق داشته نرسیده ونگوک. بغض کنم؟ آره بابا، من خودم اکثر اوقات میخوام کارم راه بیفته بغض بکنم. من خودم هزار تا بدبختی و بیچارگی دارم، چرا باید واسه ونگوک بغض کنم؟ دیگه راهنمایی بود که این مسیر من میتونستم کمکت کنم همین بود. حالا چرا دروازه ما رو تیم ملی هلند اینقدر برای شیرین خانم مهمه؟ کی؟ ونگوک. دروازه اون هلند وندرساره، ونگوک نقاشه. آها فرگوسن چی؟ سلام علیکم. سلام. خیلی خوش آمدین، ببخشید یه خدمت رسیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدین. این بچه گشنشه. بابا جان، او بچه گشنشه. چی با بخوره؟ صحبت میکنه. مادرش رفته هلند، کاش میموند اینجا من میرفتم هلند. شیر خشکم نداریم بشش بدیم. میبینی آقا، میبینی چه اوضاعی دارن؟ بچه نوزاد تو چادر تو این وضعیت بدون شیر خوش. من نمیدونم شما چی کار میکردین. مهندس خودتون که میدونید قصور از من نبوده. من رفته بودم سرپل ذهاب، تمام کارای اینجا رو لیست برداری رو سپرده بودم با آقای علیزاده و تیمش. کوتاهی از اونا بوده. حتی پر بیراه هم نمیگه ها. زلزله سمت غرب خیلی قوی بود، خیلی خرابی به بار آورد. ما بیشتر انرژیمون رو گذاشتیم اون طرف. آره همه من دست جان هستیم آقا، یه موقع کمکی کاری دست ما برمیاد انجام میدیم، چیزی نداریم بدیم ولی کارگری میتونیم بکنیم. ببخشیم وسط حرفتون، من اگه این زنجیر رو فردا پاره کنم بازم از اون منازل به من تعلق میگیره؟ بله. دست شما درد. یا یکم بخور جان بگیری، از دیشب تا حالا یه سر داری زور میزنی. یا من یه اعتصاب قضا نکردی؟ چرا؟ چرا؟ داری میخوری یا؟ آخ آخ ببخشین یادم رفت، آدم یادش بره اعتصاب باطل نمیشه. حواسم نبود به خدا. بابا بس دیگه ادریس، من تو اعتصابم این لقمه میذارم تو دهنم، تو هم بس دیگه. آبقن خیلی خوب بابا، خیلی خوب بهش صحبت میکنم. شما لطفا یه بیسیم بزن که یکی از اون کامیونایی که داریم سمت غرب بیاد اینجا. یه کامیون تخمه؟ نه عزیز من، یه کامیون کمک های مردمی، حالا همه چی توش هست دیگه. دمت گرم بابا، تشویقش بکنی. نه دست نزنی، دست نزنی، اجازه بده. آقا جان ما داریم میگیم این کمک که دست ما برمیاد انجام بدیم، شما میخواین کمک اونا رو بفرستین برای ما؟ شما ما رو چه جور آدمی دیدین آخه؟ آقا چه نمیخواد؟ نوری چی میگی تو نمیخوای؟ آقا کمک میخوای به شما؟ آقا در حد خودمان. پول ذهب و عجیب تره، اول بره اونجا بعد چشم به ما هم رسیدگی میکنن، درسته؟ درود بر شرفت، درود بر شرفت واقعا با این شرایطتون.
ولی خب نگران نباشید. به هر حال 10 تا کامیون داره میره اونور، یکی رو میگم بیاد اینور. ایراد نیست. آقا ما هر جوریش هم شرمنده اوناییم که نتونستیم براشون کاری بکنیم. یه لطفی بکنیم، ما بیشتر از شرمنده نه. آری کلا روزکای کوکیه بابا. رونی کلمن دایی، شما هم بخیر یه جمله بگی. چه بگم دایی جان؟ ما که هیچ وقت زبانمون برای کمک خواستن نچرخیده. آقا مهندس، ما درد الان ما اینه که نمیدانیم از پس لرزه داریم میلرزیم یا از این سرمای استخوانسوز. شما برای ما روشن بکن برای چه داریم میلرزیم، بقیهش خود ما راستوریس میکنیم. احسن، آفرین، احسن. دمت گرم بابا، این جملات باید با طلا آدم یه جایی بدنش بنویسه. حالا مهندس، من عرض کنم خدمت، چون خودم رئیس کمپم، به نیابت از همه میگم اگر ممکنه او یه کامیون بیاد، من خودم تخص میکنم بین همه افراد. واه چی میگی؟ خب برای چی نه داخل نیاز داره؟ خانوم ها و آقایان، معاون کم تقدیم میکنم. مراسم افتتاحیه اولین بخاری چادرها با عزیز جان آقا جان مهندس جان عزیز. از این پس سرما فقط در آن سوی چادرها. من فندک ندارم، میشه فندک دارم میدارم. بیا پسرم فندک یه چکی بابا تا بگیر، فقط مواظب باش تهر پیکنیکی هست، گمش نکنی. میگم یه کامیون کمک‌های برداری دست شما ده، فقط اگر امکان داره یه تلفن چیزی به من بدین که کار ضروری پیش همه تماس بگیرم. آی سلام، ای بری کلا دست درد نکنه. کجا میرن اینا؟ پس بابای من چی میشه؟ اینا برن چجوری مجاده رد چی؟ بابا نوردین میگه نشنختی، بپریم بالا الان میریم فوری تاوس منتظرم هست، بریم دنبالش میریم از جده رد میشیم. بده تنه رفته کن آقا، ولش کن. تنبیه بدنی و کودک ممنوع، سازمان بهداشت جهانی اینو گفت که آخره زیگله شریکی تو ممنوعه آقا، ممنوعه. نزنه، ولش کن شریکی تو. هم از زمین آسمان به من نشان رفته است، نشان من چه بی نشان از این زمان رفته است. به دست تو راهی شده به پای خود آمده تا ساحل آرامش، دل را به دریا زده. تو چون رود سپیدی که به دریا میرسم، از تو بزرگی مثل ون چشمی ساده شد در تو. تو مثل بیستون هستی، تو حتما قصر شیرینی، تو انقدرش داری که منو فرهاد میبینی. من هر چی زور گردیم شو و شمشالیک چو، من هر چی دوز گردیم شو و دسمالیک چو. در واکن تا کپو همزگانی سور باری، من بگر سر چوبی وارانی ننم واری. تو اینه تا قوستان زانی
هر او تاکو سری برزن نه لافا و جوانی بویدهی نه حال کنگی لزه و لزه توینه نقش قی سروان چه ترنگی او سیروانی توینه شرم دا پیری تو حال پرکی دزیرانی تو چون رو دست پیدی که به دریا میرسم از تو مزارگی مثل ون چشمی ساده شد در تو تو مثل بی ستون هستی تو حتما قصر شیرینی تو انقدر عشق داری که منو فرهادی خم هرچی زور گردیم شما شمشالیک چو خم هرچی دوز گردیم شما دستمالیک چو در واکن تا کپو همزگانی سیر باری بان بگر